مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم. من دورسام 9 سال مهاجرت کردم سوئد، با خانواده مهاجرت کردم و همیشه یه چیزی توی ذهن من بود، یه چیزی درون من بود و از وقتی که موزیک گوش میدادم گفتم یه چیزیه که من نمیدونم چیه ولی باید پیداش کنم. یه چیز ساز نمیتونه باشه. احساس کردم که یه کششی من به خوندن دارم و اینکه میتونم اون احساسم رو تخلیه کنم. احساس کردم آزاد شدم و خدا رو شکر که من تونستم این احساس رو و این استعداد رو پیدا کنم در خودم و بتونم توی این شرایط مهاجرت و سختی هایی که اینجا هست باهاش زندگی کنم. صد تایید بیا سالم نو بشه همین زندگی، باید تموم شه خورشید گرفتگی، ببینیم نور از آسمون. سهم ما نگاه، زمان گذشت و داغ ما رو کم نکرد، باید پیروز شیم ما تو این نبرد برای نسل بعدمون. خب تایمی که اتفاقاتی که توی ایران می افتاد فشار خیلی زیادی روی هممون بود. من یادم اولین کاری که دادم روی اون کار لایف خوندم. شبانه من یه شب خوابیده بودم و توی اینستاگرام شنیده بودم که داستان مهسا امینی عزیزمون رو، اما نمیدونستم، هنوز برام جا نیفتاده بود چه اتفاقی افتاده. خب ببینید، من اصلا سواد سیاست رو بلد نیستم، من اصلا سواد سیاسی ندارم و اون چیزی که من رو از نظر روحی کاملا آروم میکرد چیزی بود، اون فقط تخلیه احساساتم بود که احساس میکردم اگر من الان به جای این که با یه دونه استوری، یه دونه پست، خب بقیه مردم همه دارم میکنن، اون کافی نیست، من میتونم اون احساس همدردی رو، اون غم بزرگ خانواده ها رو به مدت 1 دقیقه، شاید 30 ثانیه بتونم اون بار رو سبک کنم.